سلام و درود به آشپزخونه آیلین، خوش اومدین. امروز براتون آموزش ترشی بامیه که خیلی خوشمزه است و میخوام بگیرم. ترشی لوبیا سبزم تازه گذاشتم، تو چنل هست بریم ببینیم و در ادامه بزن بریم تا ترشی بامیه رو براتون آموزش بدم. دوستای قشنگم سابسکرایب فراموش نشه، لایک و کامنت برام بذاریم. خب اول بریم بچینیم بامیه که لازم داریم و در دل طبیعت تو زمین کشاورزی. اندازه نیم کیلو چیدم و بریم تا آموزش این خوشمزه رو براتون بگیرم. دوستای قشنگم بامیه رو من شستم، فقط نوکای تیزش رو یه کوچولو زدم تا کلن سرش رو نزنین که بامیتون یک سوری و لیزی میگیره ترشیتونو و اصلا خوشمزه نمیشه. بعد سیر میخواد، 3-4 حبه، 3 فلفل تون میخواد، یه قاشق غذاخوری نمک و دیگه شیجتونو با سرکه پر کنین. 1 لیوان برد، 2 لیوان برد، مرحله به مرحله بچینین. بامیاتونو قشنگ بذارین و وسطش دوباره سیر و فلفل بچینین و دوباره پرش کنین تا قشنگ تمام به خورد هم بره و یه ترشی خوشمزه به همون بده که لذتشو ببریم. ترشی بامی هم خیلی خوشمزه میشه و خیلی میگن برای دیابتی، کسایی که دیابت دارن، دیابتی ها خیلی خوبه. پس حتما اگه تو خانوادتون کسی دیابت داره این ترشی رو براش بندازین که میگه اندخون رو میاره پایین و عالیه. برای ما هم خوشمزه دیگه، برای ما خاصیت داره، ولی یک روش درمانی هم برای دیابتی ها داره. خب دوستای قشنگم گفتم که اگه میخواین ترشی کلم قرمز یا ترشی فلفل سبز رو ببینین، داخل چنل گذاشتم ببینین، خودتون رو آماده کنین برای ترشی مشدی که سابسکرایب کنین منو، لایک هم یادتون نره، زنگوله کنارش هم بزنید تا ترشی مشدی رو گذاشتم اولین نفری باشی که میبینی. خیلی ترشی خوشمزه ای میشه و حرف نداره. اینجا یه قاشق دیگه پر شد و یه قاشق نمکمون رو میریزیم روشو و با سرکه پر میکنیم. سرکه هم هر چی بود اب نداره، سرکه سیب، سرکه انگور، سرکه سفید. مال من سرکه انگوره، ببینید چه خوش رنگه. و هر چی بگم از عطر و طعم این ترشی، الان هم ترشی ها رسیده بعد از 10 روز و خیلی خوشمزه شده. حتما حتما درست کنین و در کنار خانوادتون بخورین و لذت ببرین. هر ترشی که درست میکنین حاصل دسترنج خودتونو بخورین و لذت ببرین و کلی حال دلتون خوب میشه چیزی که خودتون درست میکنین. پس انسان باید از هر انگشتش یک هنر بباره. این آموزش ها رو یاد بگیرین، درست کنین و در کنار خانوادتون لذتشو ببرین. دوستای قشنگم اگه سری اول وارد چنل من میشی سابسکرایب فراموش نشه، لایک و کامنت برام بذارین. دوستتون دارم تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار تک تک شما عزیزان دلم باشه. دوستتون دارم. خدا نگهدار.